دیوار کاغذی. قبل از جنگ‌های جهانی، تحریم‌ها بعد از جنگ اتفاق می‌افتاد. مثلا چین و ژاپن با هم جنگیدن و بعد از جنگ تا سال‌ها خرید و فروش از اتباع هم رو ممنوع کردند. بین جنگ جهانی اول و دوم، تحریم نشانه جنگ بود. یعنی وقتی آلمان کشوری رو تحریم می‌کرد، در حقیقت به اون کشور اخطار جنگ می‌داد. دو جنگ جهانی حدود 10 سال طول کشید و در این جنگ‌های خونین بیش از 70 میلیون نفر کشته شدند که نزدیک به نیمی از اونها غیر نظامی بودند. بعد از دو جنگ جامعه ملل و بعد سازمان ملل شکل گرفت. پس حمله کردن و جنگیدن و کشورگشایی کمی سخت شد. بعد از اون زمان تحریم جای جنگ رو گرفت. مثلا سال 1956 آمریکا، فرانسه و بریتانیا مصر رو تحریم کردند تا از کانال سوئز عقب بشینه و بذاره کانال روی کشتی‌هاشون باز باشه. امروزه با سه هدف ممکنه کشوری رو تحریم کنن. نخست مهار رژیم اون کشور، یعنی کاری کنن که حکومت نتونه به یکی یا بعضی از کاراش ادامه بده. آمریکا میگه ما ایران رو تحریم میکنیم تا از مسیر رسیدن به انرژی هسته‌ای منصرف بشه. دوم، تغییر رفتار رژیم، که یعنی تلاش کنن رفتار خاص از رژیمی رو تغییر بدن. آمریکایی‌ها ایران رو تحریم میکنن تا ایران سیاست‌هاش رو در دفاع از آرمان فلسطین تغییر بده. تغییر و براندازی رژیم بزرگترین هدف تحریم است که فقط با وارد کردن حداکثر هزینه در کوتاه‌ترین زمان به یک کشور ممکنه. آمریکایی‌ها در برهه‌های مختلف هدفشون رو از تحریم‌های ایران سرنگونی رژیم حاکم بر اون معرفی کردن. Support the aspirations of the people who are in the streets in Iran today. چند جور کشورها رو تحریم می‌کنن. بعضی تحریم‌ها یک جانبه است. یعنی کشوری کشور دیگر رو تحریم می‌کنه. شانس موفقیت چنین تحریمی کمه، چون کشور هدف میتونه از دیگر کشورها نیازهاش رو برطرف کنه. مثل دوران مصدق که انگلیس ما رو یک جانبه تحریم کرد. بعضی تحریم‌ها چند جانبه است، یعنی چند کشور به توافق برسن و کشوری رو تحریم کنن. چنین تحریم‌هایی هم کارایی خوبی داره، هم میشه سریع سر اون به توافق رسید. در دوران جنگ تحمیلی آمریکا و کشورهای همسو با عراق ما رو تحریم تسلیحاتی کردن. تحریم‌های منطقه‌ای و ائتلافی هم وجود داره که شبیه همین چند جانبه است. در جنگ تحمیلی کشورهای عربی منطقه ایران رو تحریم و روابطشون رو با ایران کم و قطع کرد. بعضی تحریم ها همه جانبه است، یعنی سازمان ملل قطعنامه صادر میکنه و از همه کشورها میخواد کشوری رو تحریم کنن. البته توافق سر چنین تحریم هایی خیلی سخته، چون به توافق همه اعضای دائمی شورای امنیت نیاز داره که حق وتو دارن. سال 1388 سازمان ملل قطعنامه 1984 رو صادر کرد و ما رو سخت تحریم کرد. معمولاً کشور هدف رو یا محدود تحریم می‌کنند یا میانه یا جامع و فراگیر. تحریم محدود فقط تحریم مالی، تحریم صادراتی، تحریم فرهنگی و تحریم مسافرتی جزئی است. مثلا دوران اصلاحات ایران رو تحریم کردن و نذاشتن ایران از صندوق جهانی وام بگیره، یا برای فروش بعضی تجهیزات هواپیمایی به ایران محدودیت ایجاد کرده. بعضی تحریم ها اما میانه، کمی از تحریم های محدود گسترده ترن. مثلا در قانون داماتو آمریکا جلوی سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در ایران رو گرفت تا به صنایع نفت و گاز ایران ضربه بزنه. بعضی تحریم ها اما جامع و فراگیرن، یعنی کشور هدف رو محاصره میکنن و همه جوره تحریمش میکنن. در سالهای اخیر آمریکا ایران رو تحریم همه جانبه کرد.
البته این تحریم‌ها باعث همبستگی مردم کشور هدف علیه کشور تحریم کننده میشه. بنابراین اخیراً تحریم‌های هوشمند رو مطرح کردن. میگن فقط فعالیت‌ها یا افراد و شرکت‌های معینی رو هدف می‌گیرن. مثلا آمریکا مدعی حساب‌ها و دارایی سازمان‌ها یا افرادی رو مسدود می‌کنه که به ایران کمک می‌کنن به بمب هسته‌ای برسه، یا ورود تجهیزاتی رو ممنوع می‌کنه که کاربرد نظامی داره. آیا تحریم فقط اقتصادیه؟ تحریم‌های غیر اقتصادی هم زیادن و بسیاریشون رو قبل از تحریم‌های اقتصادی آغاز می‌کنن. انواع تحریم‌های غیر اقتصادی: لغو ملاقات‌های چند جانبه، ویزا ندادن به فرد یا اتباع یک کشور، کاهش سطح نمایندگی‌های سیاسی در کشور، جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان‌های بین‌المللی، مخالفت با میزبانی کشور هدف برای برگزاری نشست‌های بین‌المللی سیاسی یا ورزشی، خودداری از کمک‌های مالی و مساعدت‌های رسمی، قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی یا حمل و نقل هوایی، دریایی و حتی زمینی. آمریکا تلاش کرده همه این موارد رو علیه ایران به کار ببره. تحریم‌های اقتصادی خودشون دو گونه: تحریم‌های مالی که در اون بر روابط مالی کشور هدف محدودیت و ممنوعیت ایجاد می‌کنه. مثلا آمریکا بانک مرکزی ایران رو تحریم کرده، یعنی ایران نمیتونه از آمریکا دلار بخره و ایران هم برای بسیاری از خریداش خب به دلار نیاز داره. تحریم‌های تجاری که واردات یا صادرات یعنی خرید و فروش رو ممنوع می‌کنه. مثلا آمریکا میگه نفت ایران رو نباید کسی بخره یا کسی نباید چیزی به ایران بفروشه. تجربه میگه هر چی هدف تحریم بزرگتر باشه احتمال موفقیتش کمتره. مثلا احتمال موفقیت تحریم‌های مسافرتی یا نظامی خیلی پایین و نزدیک به صفره. از سال 1990 تا 1999 شورای امنیت در 10 جنگ داخلی و غیر داخلی چنین تحریم‌هایی وضع کرد که هیچ کدوم موفق نبودن. اما احتمال موفقیت تحریم‌های اقتصادی هوشمند 20% که اون هم در سال‌های اخیر و فقط در موارد جزئی به نتیجه رسیده. احتمال اثرگذاری و به موفقیت رسیدن تحریم‌های مالی اما بیش از 30%. موفقیت تحریم نسبت مستقیمی داره با هزینه‌ای که تحریم برای کشور هدف وارد می‌کنه. برای تحریمی که اهدافی بلند پروازانه، مثلا تغییر رژیم داره، هزینه بسیار زیادی باید در نظر گرفته بشه. مثلا تحریم‌های اقتصادی عراق درآمد عراق رو 80% کاهش داد. تولید ناخالص ملیش رو هم بیش از 83% کم کرد. یعنی از 60 میلیارد دلار به زیر 10 میلیارد دلار رسید. بلوکه کردن دارایی‌ها و هزینه نیروی انسانی هم بر عراق زیاد تحمیل شد. اما باز هم تحریم موفق نبود. کارشناسان معتقدند تجربه‌های تحریم نشون داده که میزان موفقیت و یا عدم موفقیت تحریم‌ها فقط به کشور هدف بستگی داره، نه به تحریم. هر چه کشور هدف محکم‌تر بیسته، تحریم‌ها بی‌اثرتر میشه و هر چه کشور هدف وابستگیش رو کم کنه، تحریم‌کننده‌ها درمونده‌تر میشه. تجربه‌ها میگه تحریم‌هایی که بیش از 6-7 سال طول کشیده همه بی‌اثر شدن. سلطان تحریم دنیا. بیشترین کشوری که تا حالا از تحریم استفاده کرده آمریکاست. از جنگ جهانی اول در سال 1292 تا سال 1367، یعنی حدود 75 سال، آمریکا 115 بار تحریم اقتصادی رو به کار برده. اما از سال 1369 که شوروی فروپاشید تا سال 1378 61 بار به کار بردن. یعنی در این مدت 92% کل تحریم‌های دنیا رو آمریکا به کار برده. در این تحریم‌ها 35 کشور دنیا رو با جمعیت 2 میلیارد و 300 میلیون نفر تحریم کردند، یعنی 42% کل جمعیت جهان.
بنیاد هریتیج میگه تحریم اقتصادی 26 کشور جهان صادرات آمریکا رو 19 میلیارد دلار کاهش داد و 200 هزار شغل رو در بخش صادرات از بین برد. کارگران بخش صادرات هم 1 میلیارد دلار ضرر دارند. تحریم اونقدر در آمریکا مهمه که اداره کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک و مرکز اجرای جرائم مالی مسئولن بر حسن اجرای تحریم‌ها نظارت کنند و هر 6 ماه یک بار به وزرای خارجه، بازرگانی، دارایی و کمیسیون‌های تخصصی کنگره گزارش بدن. نهادها و شرکت‌ها هم قبل از همکاری مالی با دولت آمریکا باید از این ادارات گواهی بیارن که از تحریم‌ها تخلف نکردن. چطور میشه تحریم‌ها رو اعمال کرد؟ آمریکا کشورها رو دو جور تحریم می‌کنه. در گذشته آمریکا فقط خودش روابط تجاری، اقتصادی یا سیاسیش رو با کشور دیگه قطع می‌کرد. مثلا بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، آمریکا روابطش رو با ایران قطع و ایران رو تحریم کرد. البته از اونجایی که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در آمریکا مستقرن و تابع قوانین آمریکا، چنین تحریم‌های کم اثر نبودن. اما از سالها قبل آمریکایی‌ها با تصویب تحریم‌های فراسرزمینی به تحریم‌های ثانویه هم رسیدن. یعنی گفتن وقتی ما ایران رو تحریم می‌کنیم، بقیه کشورها و شرکت‌ها هم باید تصمیم بگیرن که یا با ما ارتباط داشته باشن یا با ایران. همه علیه ایران. بیشترین کشوری که آمریکا تا حالا تحریمش کرده ایران بوده. توی این سالها آمریکا همه جور تحریمی رو علیه ایران به کار برده. تحریم محدود، تحریم فراگیر، تحریم یک جانبه، تحریم چند جانبه، تحریم جامع، تحریم هوشمند، انواع تحریم‌های غیر اقتصادی، تحریم تجاری و تحریم مالی. به نظر شما ما در میون این تحریم‌ها چی کردیم؟ منتظر بخش‌های بعدی باشید.